سلام به شما بینندگان عزیز در سراسر جهان. منصور ثروتمند هستم، در کنار همکار بسیار خوبم خانم دکتر نشاط ابراهیمی، برنامه مجله تلویزیونی رو تقدیم حضورتون می‌داریم. خانم دکتر سلام به شما. سلام عرض می‌کنم خدمت بیننده‌های عزیز هر جای دنیا که هستین. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. انشالله که حال دل شما خوبه. ویکند خوب گذروندیم، خوش گذروندیم. کار کردم و ورزش بره. اساسی بله. چه ورزشی رو دارین شما؟ من به صورت حرفه‌ای شروع کردم. قبلا که خیلی ورزش می‌کردم، ولی بدنسازی رو به صورت حرفه‌ای شروع کردم. بره. با پرسونال ترینر خیلی خوب. بره. و دیگه امیدوارم که یه لایف استایل خیلی متفاوت تر از الان داشته باشم. انشالله. یعنی اینکه شما وقت هم برای ورزش دارید؟ اینجا 5:30 صبح. آدمی که بخواد ورزش کنه حتما انجامش میده. بهونه ها زیاده، سخته، خیلی سخته که دل کنه از رخت خواب و خواب خوش، ولی اون انرژی که بعد از ورزش به دست میارین، این واقعا شعار نیست. بله، میتونی تست بکنی. یکی دو روز اول سخته، ولی با بدن در شروع میشه، ولی بعدش اون انرژی که در طول روز به دست میاریم واقعا وصف نشدنیه. واقعا من به شما تبریک میگم که یک خانومی هستید که در همه زمینه ها فعالیت دارید، انرژی خیلی مثبت و خوبی دارید. متشکرم. هم در زمینه کارتون، هم در زمینه مدلینگتون، هم در زمینه آوازخانیتون، هم در زمینه ورزشت. شما دست داریم به من. یعنی واقعا یه عروس ایدئال هست شما. آهای سفربند، بازم شروع شد. خب بریم به سراغ مجموعه از رویدادها در چهار گوشه جهان. گزارش های رسانه های اسرائیل در مورد صدای خرم‌آباد اشاره کردن که حمله موساد به تأسیسات موشکی زیرزمینی امام علی بود، در حالی که رسانه‌های رسمی در ایران با انتشار نقل قول‌های از مقام‌های آگاه امنیتی و نظامی فرضیه اول مبنی بر وقوع انفجار و زمین لرزه در خرم‌آباد را رد کردند، دو رسانه اسرائیلی مدعی شدند که صدا و لرزش زمینی که دوشنبه در خرم‌آباد شنیده و احساس شده ناشی از وقوع انفجار بوده است. شبکه تلویزیونی E24 نیوز که در تل‌آویو مستقر است و به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی پخش می شود، بر اساس برخی گزارش ها اعلام کرد که موساد پایگاه امام علی را با استفاده از پهپادهای بمب‌گذاری شده هدف قرار داده است. پیشتر خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ایران گزارش داده بود که پادگان امام علی که در 15 کیلومتری غرب خرم‌آباد واقع شده دارای یک تأسیسات زیرزمینی موشکی و پهپادی است. یه نکته خیلی جالب بگم که من قبل برنامه بهتون گفتم ده. خب خیلی ها میدونن که من لور هستم و لباسه هفته قبل بمونم که اصلا محشر بود و جالبه که خرم‌آباد، خانواده من خرم‌آباد زندگی میکنن و من اصلا در این مورد اطلاعی نداشتم که یه همچی لرزشی اتفاق افتاده. من همین الان قبل برنامه متوجه شدم. و جالبتر اینه که زمانی که من نوجوان بودم از کنار یه کوهی رد میشدیم توی خرم‌آباد، میگفتن که اینجا دقیقاً اون سمتش پادگان بود، میگفتن که تمام پایگاه موشکیه. بله، ولی به هر حال رسانه های اسرائیلی این گونه مدعی شدن که وسط به پهپاد به این منطقه حمله شده. بله، خب من میخوام در مورد جنگ روسیه و اوکراین صحبت بکنم. در واقع آذربایجان. بله، امریکا از جمهوری آذربایجان خواست که از حقوق غیرنظامی‌ها در قره‌باغ محافظت کند. واشنگتن در تلاش برای ایجاد یک هیئت بین‌المللی برای نظارت بر اجرای تعهدات آذربایجان برای تضمین حقوق ساکنان ارمنی قره‌باغ است. خانواده‌های خسته و گرسنه ارمنی جاده‌ها را مسدود کردند تا بتوانند از خانه‌هایشان در منطقه شکست خورده قره‌باغ کوهستانی فرار کنند. این در حالی است که ایالات متحده امریکا از جمهوری آذربایجان خواسته است به غیر نظامیان کمک کرده و امکان کمک رسانی به آنها را فراهم کند. سامنتا پاور، مدیر آژانس توسعه بین‌المللی امریکا در ایروان،
پایتخت ارمنستان از آذربایجان خواست آتش بس را ادامه بدهد و برای محافظت از حقوق غیر نظامیان در قره‌باغ کوهستانی گام‌های عملی بردارد. بله بسیار خوب. و اما کارشناسان مستقل حقوق بشر جنایات جنگی روسیه را محکوم کردند. کارشناسان مستقل حقوق بشر شواهد بیشتری از جنایات جنگی سربازان روسی در اوکراین یافتند. اعضای کمیسیون مستقل تحقیقات سازمان ملل در مورد اوکراین گفتند که در برخی موارد شکنجه به حدی وحشیانه بودی که قربانیان جان خود را دست دادن. تجاوز جنسی به زنان 83 ساله نیز صورت گرفته است. کارشناسان همچنین نسبت به اتهامات نسل کشی توسط نیروهای مسلح روسیه ابراز نگرانی کرده و گفتند که اتهامات را بررسی خواهند کرد. این تیم تحقیقاتی گفته است که شواهدی نشان می‌دهد جنایات جنگی توسط هر دو طرف انجام شده، اما شدت آنها از جانب سربازان روسی در حد غیر قابل تصوری بالا بوده است. خب من میخوام در مورد 11 سپتامبر صحبت بکنم، چیزی که دیگه در کل دنیا همه ازش با اطلاع هستن. یکی از طراحان حملات 11 سپتامبر آمادگی شرکت در دادگاه را ندارد. در ادامه محاکمه متهمان به طراحی حملات تروریستی 11 سپتامبر در سال 2021 در ایالات متحده، یکی از 5 متهم این پرونده فاقد توانایی لازم برای شرکت در جلسات محاکمه اعلام شده است. به گفته ماتیو مک‌کال قاضی این پرونده، رمزی بن شیبه 51 ساله قادر به شرکت در دادگاه و دفاع از خود نیست. گفته می شود او از نظر روحی توانایی شرکت در دادگاه و دفاع از خود را ندارد. جلسات محاکمه خالد شیخ محمد متهم اصلی طراحی حملات 11 سپتامبر 2001 و 4 همدست او از سالها پیش آغاز شده، اما در دوران همه‌گیری کرونا با وقفه مواجه شده بود. افسون و خالد شیخ محمد 4 متهم دیگر نیز محاکمه می شوند. متهمان این پرونده در صورت اثبات جرم ممکن است به مجازات مرگ محکوم شوند. این 5 متهم به همراه 34 متهم دیگر از سالها پیش در زندان به سر می برند. ناظران می گویند حکم این متهمان به این زودی ها صادر نخواهد شد. لازم به ذکر است متیو مک‌کال سرهنگ نیروی هوایی امریکا 8 قاضی است که برای رسیدگی به این پرونده تعیین شده است. و خیلی جالبه که گفته ممکن است به مرگ متهم شد. این همه آدم کشته شد. تازه میگن در حدود 3000 نفر کشته شدن. تازه میگن روند پرونده به این زودیا به اتمام نخواهد رسید. اصلا واقعا وحشتناکه. به نظرم اعدام برای اینا خیلی کمه، چون 3000 نفر 3000 خانواده رو درگیر کرده. حالا خانم نشد اینو در نظر بگیرین که این روند چندین ساله از این اتفاق داره میگذره، ولی هنوز به دادرسی به من نقطه مطلوب نرسیده. الان 22 سال شد دیگه تقریبا. نرسیده. عرض کنم حضورت 2001 تا 2023. بله. اما آقای بایدن فکر میکنید مقبولیتش صعودیه یا نزولیه؟ قطعا نزولیه. چطور اینقدر قوی میگی؟ به خاطر اینکه من به عنوان یک شهروند مراقب باشین. بله اینجا آزادی بیانه و از این قضیه من خیلی خوشحالم که میتونید خیلی راحت در مورد رئیس جمهور و هر چیز دیگه صحبت بکنید. کاملا موافقم. ولی دقیقا کسایی که توی امریکا زندگی میکنن میدونن بعد از به روی کار آمدن آقای بایدن خیلی چیزها تورم زیاد شد، گرونی ها زیاد شد، بنزین دقیقاً دو برابر شد. من همیشه بنزین سوپر برای ماشینم می‌زدم نهایتاً 3.5 دلار. بله. ولی 3.5 دلار. بله، ولی من تا 8 دلارم زدم. بله. بله. 3.5 دلار مربوط به می‌سین که قبل از نوجوانی. نه. همین به محض اینکه آقای بایدن اومد اصلا بنزین دو برابر شد. بنزین چرا؟ چیزای دیگه مربوط به البته آثارش سر کوویده. 100% ولی خب و به حال بحران عرض کنم که جنگ روسیه و اوکراین هم در این قضیه بی تاثیر نبود و اتفاقاتی در ارتباط با ایران. به هر حال در یک نظر سنجی که به صورت مشترک واشنگتن پست و ای بی سی انجام دادن،
که نشان میده نرخ عدم مقبولیت جو بایدن به 56% رسیده. عدم مقبولیت به 56% رسیده که یک نشانه خطرناک برای حزب دموکرات به شما میرود که قرار است بایدن نامزد آن باشد. این در حالی است که دونالد ترامپ در اغلب نظرسنجی ها پیشتاز است. اغلب شرکت کنندگان در نظرسنجی مشترک واشنگتن پست و ای بی سی میگویند که از سیاست های بایدن در زمینه اقتصاد، قیمت مواد غذایی، انرژی و بنزین، نرخ بیکاری و دستمزد رضایت ندارد. در این نظرسنجی 91% رای دهندگان از قیمت غذا و 87% از قیمت انرژی ابراز نگرانی کردند و 74% هم میگویند درباره وضعیت اقتصادی آمریکا نگرانند. 75% هم از دستمزدها انتقاد دارند. و خیلی بده ها. و این دولت، اصولا دولت آقای بایدن نسبت به ایران هم واقعا کم‌لطفی های خاصی رو انجام دادن و همش با پرونده رو میزه، پرونده رو میزه دارن کارشون رو پیش میبرن. از اون برن وزیر امور خارجه آقای امیر عبداللهیان درخواست کرده بود که بره واشنگتن دی سی، ولی وزارت امور خارجه آمریکا اجازه بهش نداده بودن. یعنی در حالی که آقای امیر عبداللهیان گفته بودن که ما روابطمون با آمریکا داره نزدیکتر میشه، و البته قصد نبوده که آقای امیر عبداللهیان بره در ملاقات با عرض کنم که مقامات امریکایی رو داشته باشه، قصد این بر این بوده که بره در رابطه با دفتر حفاظت ایران در سفارت پاکستان ملاقاتی داشته باشه که انجام نشد. جالبه که آقای رئیس جمهور دفتر حفاظت در پاکستان رو گفته سفارت، بعد سفارت اون در واشنگتن دی سی است، بعد گفت که در سفارت ما در نیویورک. اصلا ایران سفارت خونه ای نداره، اونم یک کنسولگری داره در واشنگتن دی سی، اونم در سفارت پاکستان، اونم در پایتخت آمریکا. حالا سخنم گاوهای تسلیحاتی و گاوهای سیاسی زیاده. بله خب خب به جمال تو. من میخوام در مورد یه نماینده مجلس در ایران صحبت کنم که گفتن نباید خوش باور باشیم که اعتراضات مردمی خاموش شده است. یک نماینده مجلس شورای اسلامی اعتراضات مردمی را به حق دانست و گفت عملکرد دولت 13 به ویژه در حوزه اقتصاد زمینه ساز این اعتراضات بوده است. محمد حسن آصفری در گزارش با دیدبان ایران گفت معتقدم وقتی مردم نسبت به گرانی، معیشت و بیکاری اعتراض دارن، این اعتراض واقعی است و باید به آن توجه کرد. عملکرد دولت 13 در حوزه اقتصاد با ضعف‌های فراوانی روبرو بوده و همین موضوع زمینه ساز اعتراض هاست و معتقدم با افزایش قیمت‌ها اعتراض‌های مردمی شکل جدیدی به خود می‌گیرد. وی افزود نباید خیلی خوش باور باشیم که اعتراضات مردمی خاموش شده، چرا که جامعه نسبت به وضع اقتصادی معترض است و اگر در گوش خود پنبه کنیم و متوجه اعتراضات نباشیم، مردم که قسم حضرت عباس برای همراهی با نظام نخوردن. یه چیز جالب من بهتون بگم، داشتم با مادرم صحبت می‌کردم. من همونطوری که قبلا گفتم 10 بچه دارم که از 0 تا 100 همه چیشون با منه. با توجه به شروع مدارس گفتم که برشون لوازم تحریر بگیرن که مدرسه ها داره شروع میشه. نمیخواستم اینو بگم ولی در مورد گرونی من میخوام بگم. مامانم گفت که آره من یادم رفته یه بسته مداد رنگی و یه دونه دفتر یادداشت اضافه تر بگیرم. 9 گرفته بود. اینو فقط جا انداخته بود. بعد گفت که رفتم دفتر یادداشت بگیرم 180,000 تومان، یه دفتر یادداشت کوچولو 180,000 تومان. حالا شما فکر کنین یک سرپرست خانوار، یک کسی که پدر یا مادر یه خانواده است، بخواد بچهشو بفرسته مدرسه، مدرسه یک سایت و یک قسمت زندگیه. فکر کنین، به من گفت گوشت کیلوی 500,000 تومان. یعنی اصلا من موندم که فقط یک قلم جنس با توجه به این وضعیت پرداختی ها و حقوق ها، حالا همه هم که حقوق بگیر نیستن، چقدر وحشتناکه خالب. و این واقعا دردناکه. قطعا مردم فقط به خاطر حجاب نیست، به خاطر گرونی، معیشت، مشکلات دارویی. من چقدر آدم ها رو میشناسم که داروهای خاص واقعا کمیاب شده یا گرونه، قیدشون میزنن. البته یادمون باشه که
ما تحریم‌های متعددی داریم و در زمینه دارو ما نداریم. در امریکا زمینه در زمینه دارو تحریم نکرده. ولی به هر حال کمبود هم تو شما اشاره کردید. خیلی گرونه. مشاهده. شما گفتین 10 تا بچه دارین، در واقع 10 تا فرزند خوانده دارن ایشون، و این نکته در ارتباط با برای تهیه لوازم تحریم بهتون تبریک میگم. اتفاقا چند تا خانم در ایران دارن این کار رو انجام میدن، از طریق اینستاگرام و مردم یاری خواستن، ولی متاسفانه بعضی وقتا یک از اون معیار اصلی قضیه دور میشن و این کمک ها اون جنبه معنوی خودشو نداره، به که جنبه سوء استفاده شخصی خودشو داره. و اونو امیدوارم که این عزیزانی که در این کار پیش قدم شدن یاریشون کنیم و این لوازم تحریر رو برای بچه ها بخرن، کمک کنیم. اتفاقا من میخوام از اینجا از مؤسسه مام تشکر کنم که توسط یکی عزیزی که در اصفهان هستن برای 102 تا 140 دانش آموز از طریق دفتر یا مؤسسه خیریه جمشید پیشگامان لوازم تحریر این بچه ها رو تهیه کردن که از مؤسسه مام و همچنین جمشید پیشگامان تشکر میکنم به خاطر این حمایتشون. عرض کنم که قبل از اینکه شما اشاره بفرمایید که خبری رو بگید، اجازه بدید که من برم سراغ خانم شهرزاد، آژانس مسافرتی شهرزاد، که در طی سالیان گذشته واقعا یک چهره متشخص و موفق در زمینه آژانس سفرهای دور و نزدیک شما بودن و در طی این سالهای متمادی آسایش شما رو فراموش کرد. ببخشید فراهم کرد. آسایش شما رو فراهم کردن. ضمناً اینو بگم که برای سفر به ایران با 3 چمدان میتونید سفر داشته باشید و با یک قیمت بسیار استثنایی. بنابراین با خانم آژانس شهرزاد، خانم شهرزاد تماس بگیرید و قیمت‌های مورد نظرتون رو در هیچ آژانس دیگه‌ای پیدا نخواهید کرد. آنلاین ممکنه در 20 دلار به شما ارزان‌تر بده، ولی اون آسایشی که از طریق آژانس شهرزاد و خانم شهرزاد برای شما پدید میاره به مراتب بهتر از آهنگ آدم آهنی است. بله، به مراتب بهتر از آنلاینه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در آنلاین ممکنه به شما 3 چمدون ندن. بله. و خیلی قابل تغییر، دست شرکت‌های هواپیمایی دست اینا رو باز میذارن که بتونن یه سری تغییرات بدن. بله. آژانس مسافرتی شهرزاد، مطرح ترین آژانس مسافرتی، پیشرو، مطمئن و مبتکر. شهرزاد سالهاست در جامعه کشور میزبان ایدئال ترین خدمات منحصر به فرد را ارائه داده است. از شهرزاد ترافل بلیت خودتان را به هر نقطه دنیا تهیه فرمایید و پول آن را بعداً بپردازید. شهرزاد ترافل، مبتکر تورهای خاطره انگیز به نقاط دیدنی جهان. همسفر همیشگی شما شهرزاد ترافل. با شهرزاد ترافل با خاطری آسوده پرواز کنید. نشانی 1641 وست وود بلوارد، تلفن 310-477-9400، 310-477-9400. شهرزاد ترافل. خانم نشاط ابراهیمی، خبر انتشار پیدا کرد که منزل شخصی خانم پرستو احمدی، خواننده معترض، توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت. ماموران برخی از لوازم دیجیتال خانم احمدی را ضبط کردند و همزمان با این رویداد به دادسرای اوین احضار شده است. خانم پرستو احمدی، خواننده معترض ساکن تهران، همواره با خلق آثاری انتقادی اعتراض خود را نسبت به جلوه‌هایی از نقض آزادی بیان در کشور نشان داده است. خب من این خبر سناتوری میخوام خبر سناتوری. بله، باب مندز نه تنها تبرئه خواهم شد، بلکه همچنان سناتور نیوجرسی باقی خواهم ماند. باب مندز، سناتور دموکرات ایالت نیوجرسی که هفته پیش به دریافت رشوه از مصر متهم شد، بار دیگر اتهامات را رد کرد و گفت که برای انتخابات کنگره امریکا نامزد خواهد شد. دادستان‌های فدرال می‌گویند که مندز و همسرش در ازای تسهیل اعطای کمک‌های مالی به مصر از این کشور رشوه دریافت کردند.
مندز در یک کنفرانس خبری گفت وقتی همه حقایق مشخص شوند نه تنها اعاده حیثیت خواهم کرد بلکه همچنان سناتور ایالت نیوجرسی خواهم بود. کیفرخواست دادستان‌ها حاکی از آن است که مندز و همسرش حدود $500,000 پول نقد و 13 شمش طلا از مصر دریافت کردند. این نخستین بار نیست که باب مندز به اتهام فساد به دادگاه می‌رود. او در سال 2016 هم به اتهام فساد مالی متهم شد اما دادگاه به نتیجه نرسید. اما این هنرپیشه محبوب سالهای دور خانم سوفیا لورن ستاره سینما دچار یک سانحه شد. سخنگوی خانم سوفیا لورن ستاره سینمای ایتالیا که از نمادهای ملی ایتالیا و یکی از ماندگارترین زنان برجسته سینمای قرن بیستم است اعلام کرد که او پس از سقوط در خانه‌اش در ژنو تحت عمل جراحی قرار گرفته است. سخنگوی خانم سوفیا لورن در ایمیلی به خبرنگار رویترز نوشت جراحی خانم لورن 89 ساله به خوبی انجام شد، او اکنون نیاز به استراحت دارد و همه چیز حل خواهد شد. خانم سوفیا لورن تاکنون دو بار برنده جایزه اسکار شده است، اولین بار در سال 1961 برای بازی در نقش یک مادر غمزده و در دوران جنگ در دوران فیلم نوراستی دو زن به کارگردانی ویکتوریا دسیکا و بار دوم اسکار یک عمر فعالیت در سال 1991. برخی از به یاد ماندنی ترین و موفق ترین فیلم های او در کنار همبازی ایتالیایش مارچلو ماستریانی ساخته شدند که در سال 1996 درگذشت. او همچنین با دیگر غول‌های سینمای جهان از جمله کری گراند، مارلون براندو، فرانک سیناترا و پل نیومن همبازی بودند. خیلی بالا پیشه دوست داشتنیه. خیلی خوشگل. خیلی. یادتون میاد شما؟ نه. من خیلی همیشه عکساشون رو نگاه میکردم. گفتم یه هنر پیشه فوق العاده زیبا. خیلی فوق العاده. خب من میخوام در مورد بیشترین جستجوی گوگل بله. در شهریور 1402 صحبت بکنم که بیشترین جستجو در مورد مرگ همسر بیژن مرتضوی و بازی پرسپولیس و النصر و حضور رونالدو در ایران از موضوعات مورد علاقه دیگر بودند. اعتماد آنلاین گفت با بازداشت مهدی یراحی نام و علت بازداشت او بیشترین جستجو در شهریور را داشت. اربعین حسینی و خرید بلیت اتوبوس برای این موضوع و چگونگی تردد به مرز مهران هم فراوان جستجو شد. فیلترینگ و مسدودسازی سایت انتخاب توسط دولت 13 باعث شد نام این رسانه بیشتر پرسجو شود. همونطور که در روی صفحه ملاحظه می‌فرمایید آقای مهدی یراحی هست، پرسپولیس و النصر هستش، سایت انتخاب به خاطر اینکه توقیف شده هست، ما 40 بوده، بلیت اتوبوس بوده، شبکه 3 فوتبال بوده، بیژن مرتضوی و همسرشون بوده، سامانه یک پارچه خودرو بوده، فاصله یعنی در مورد کربلا، فاصله تا میلان و انتخاب رشته از جمله جستجوهای گوگل ایرانیان در سال 1402 بود. عرض کنم که قبل از اینکه شما راجع به افسردگی و بیماری عزیزان صحبت کنید اجازه بدید که من در خصوص خانم مینا پورنگ، این بانویی که در زمینه ریل استیت و وام واقعا نام اول رو میزنه، صحبت کنم که خانم مینا پورنگ در طی 40 سال فعالیتش توانستن که موقعیت‌های بسیار زیادی رو در رابطه با خرید خانه، فروش خانه و همچنین عرض کنم حضورتون وام در 50 ایالت امریکا رو فراهم کن. اگر شما خارج از امریکا هستید و میخوایید در ایالت کالیفرنیا صاحب خانه بشید، هم اکنون با خانم مینا پورنگ تماس بگیرید. 40 سال در گذر عمر با اندوخته از تجربه و تخصص با مینا پورنگ. سلام، مینا پورنگ هستم. من در 40 سال گذشته به صورت متداوم در خدمت هموطنان عزیزم در رابطه با خرید و فروش ملک و گرفتن وام‌های مسکونی و تجاری بودم و خیلی خوشحال میشم که در زمان حال که دنیا در حال تغییر هست در خدمت شما باشم که بهترین سرمایه گذاری رو در امریکا انجام بدیم. ما پایبند سلیقه و خواسته ایرانی هستیم. برای خرید خانه بهتر، برای فروش بهتر خانه و برای گرفتن بهترین وام با مینا پورنگ. تلفن ها 949-552-6060 و 310-20-3-616.
خب در خصوص افسردگی. خب بله، در مورد افسردگی میخوام صحبت کنم که افزایش افسردگی و بیماری های روانی در ایران، بسیاری از چهره‌های جامعه روانپزشکان ایران سیر رخدادها و پیامدهای اعتراض‌های سراسری را در یک سال اخیر موجب افزایش چشمگیر احساس بی‌آیندگی، خشم انباشته و افسردگی در جامعه دانستند و نگرانی خود را از تبعات اجتماعی این موضوع ابراز کردند. روزنامه همیهن در گزارشی با استناد به نظر جامعه پزشکی به افزایش آمار بیماران اعصاب و روان در ایران پرداخته است. در این گزارش به نقل از وحید فاضلی، داروساز و مسئول فنی داروخانه 22 بهمن بیمارستان شهدا در تجریش گفته شده است که از هر 5 مراجعه برای دریافت دارو در داروخانه یک نسخه مربوط به داروهای بیماران اعصاب و روان یا داروهای آرامبخش، خواب‌آور و ضد افسردگی است. این پزشک داروساز با اشاره به افزایش خشم، پرخاشگری و مشکلات مرتبط با بیماری‌های اعصاب میگوید: گاهی با همکاران صحبت می‌کنیم و می‌گوییم باید در تهران، در آب تهران فلوکسیتین ریخته شود، از بس مردم پرخاشگر و عصبی شدند. به گفته برخی روانشناسان، مسئله افزایش موارد ابتلا به افسردگی موضوعی نیست که بتوان نادیده گرفت یا با منتشر نکردن آمار رسمی آن را انکار کرد. همچنین در کوران خیزش مردمی، محمود رضا تخیری روانشناس از افزایش موارد حملات عصبی و تشدید اضطراب در مراجعان خود خبر داده و گفته بود که اضطراب و حمله عصبی در کسانی دیده شده است که فاقد سابقه چنین مشکلاتی بودند و شاید بتوان آن را به شرایط اجتماعی اخیر کشور ارتباط داد. چه جالب گفتن که فلوکسیتین بریزین توی آب تهران که کمتر پرخاش بکنن. ببین چقدر درجه پرخاش در اونجا متاسفانه زیاده، به خصوص بعد از مجرای مرسا. بله، متاسفانه این خشم نهفته در تمام ایرانی ها وجود داره. بله، بعد از این مسئله خیلی بیشتر شده. خب خانم نشاط ابراهیمی، به نظر شما در چه سن سالی میشه شاداب؟ در همه سنی میشه شاداب بود، ولی مهمترین سن 9 تا 16 سالگی. بله خب، حالا من براتون توضیح میدم. تیمی از محققان اروپایی با انجام یک بررسی تازه تلاش کردند تا به این سوال پاسخ دهند که احساس شادی و خوشبختی در طول عمر انسان چگونه تغییر میکند و رضایت از زندگی در چه دوره‌ای بالاتر است. نتایج این مطالعه که بر اساس بررسی 443 نمونه متشکل از 460,920 داوطلب به دست آمده در نشریه علمی فیزیولوژی منتشر شده است. محققان کاهش رضایت از زندگی در سنین 9 تا 16 سالگی را به بروز تغییرات قابل توجهی در بدن و زندگی اجتماعی انسان نسبت دادن که اغلب با فرارسیدن دوره بلوغ هم راست. یافته‌های آن نشان دادن که رضایت از زندگی با ورود نوجوانان به دوره بلوغ دوباره افزایش می‌یابد. همچنین کاهش رضایت از زندگی در سالهای پس از 70 سالگی نیز با پدیدار شدن علائم و عوارض پیری مرتبط است. و چه جالب، یه چیزی بهتون بگم، من یه سری از آدم‌ها رو می‌بینم واقعا سن براشون یک عدده، فوق‌العاده دل شاد، زندگی شادی دارن و من از همه خواهش میکنم، یعنی من خودم جدیدن این رویه رو پیش بردم، هر آنچه که در مغز شما قابل فکر هست همون توی زندگی شما اتفاق میفته. من از شما خواهش میکنم انرژی های منفی رو با مدیتیشن، با حالا هر چیزی، دعا کردن، نماز خوندن، هر کسی هر جوری که میتونه انرژی‌های منفی رو از خودش دور بکنه، چون ما فقط یک بار زندگی می‌کنیم. اگر به خودتون سخت بگیرین، همه بیماری‌ها منشأ عصبی دارن. لطفاً به خاطر سلامتی خودتون هم شده، سعی کنین شاد زندگی کنین. حالا شما دوست دارین در چه سن و سالی باشی؟ در چه سن و سالی باشم؟ که شاد باشی. من سعی می‌کنم در لحظه شاد باشم. من یه چیزی بهتون بگم، یه چیزی جالب بهتون بگم، همه از هم میپرسن اسمت چیه؟ نشاط. خب نه، نمیدونن دیگه یه سری ها. مثلا میگن اسمت چیه؟ میگم که نشاط. نشاط means happiness. بعد میگن واو اسمت چقدر بهت میخوره. دقیقا. سعی کردم همیشه شاد باشم. شما اول برنامه من یه چیزی گفتم، یه واکنش نشون دادی. چه چیزی؟ در ارتباط با عروسی، عروس بودن، عروس شدن. آقای سپهربند، من کاری خیلی مهمتر دارم. یعنی نمیخوای؟ من هدفای خیلی مهمتر دارم. یعنی نمیخوای ازدواج کنی؟ ازدواج اولویت من نیست.
خب اگه اولویتی کسی باشه چی؟ مبارکش باشه. نه اگر اون اولویت باشه یعنی از شما درخواست بکنه. خیلی درخواست میکنم. مگه قراره من به همه جواب بدم؟ از اینجوری که معلومه شما میخواین تا 97 سال در همین سن سال. ببین هر چیزی نه اگر یک کیس خوبه نه سر راه شما قرار بگیره میخوای بگی نه؟ خب کیس خوب خیلی بودن. خب یه چیزی من بهتون بگم، من خیلی هدف گذاری میکنم با توجه به این که الان دارم تنها زندگی میکنم. بله. سعی کردم تا جوان هستم به اون هدفهایی که واقعا لازمه و تو ذهنم هست برسم و سعی کردم همیشه آدم خوبی باشم. اینو من از خودم تعریف نمیکنم، تمام کسایی که اطراف من هستن سعی کردم حداقل انسان شریفی باشم و ضررم به کسی نرسه. ولی حالا من به اون داماد واقعا از الان تبریک میگم، خدا شاهده، از صمیم قلبش تبریک میگم، واقعا میگم یه عروس خانم خیلی انشالله به امید خدا. ولی من کارت برام بفرستین. عرض کنم حضورتون خانم، در مورد آقای رونالدو که رفت ایران و خیلی تنی چند سعی کردن با ایشون عکس بگیرن، یک عکس یک به قول معروف ویدیو یک بچه خیلی در این زمینه تاثیرگذار بود که در میون اون همه بچه و اون همه آدم که انسان خواستن علاقمند بودن که با آقای رونالدو دیداری داشته باشن عکسی بگیرن، برمیگردیم به همین آقا پسری که باز هم با همون فرمت خودش با سردار آزمون فوتبالیست صاحب نام دیداری داشته. مثل که این آقا کوچولو یه پارتی های خیلی 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 بزرگی داره که همه امکاناتو براش فراهم میکنن و با اون فرمتی که میاد جلوی دوربین صحبت میکنه معلوم میشه که نقش آفرینه و حیفه که از این بچه ها به این گونه سوء استفاده کنیم. حالا میریم نگاه بکنیم همین کوچولو رو که با سردار آزمون با دیداری داشته، که قبلا هم همونطور که عرض کردم هفته گذشته با رونالدو دیدار داشته. نگاه بکنیم. خانواده تو شبی 100 میلیون را خرج کردن تا تو رونالدو رو ببینی، اما من فقیره به خاطر 100 میلیون بدهی چند ماه بابامون رو ندیدیم، زندانه. اینه که میگن ما مثل هم نیستیم، گریه تو برای رونالدو، گریه ما برای پدر جانمون. ما بیم یه دل گرفتار و دکر مادر مداری مرا داستان حقیقی زندگی. در مورد اسکار میخواستم یه صحبتی داشته باشم، خواهش میکنم که اسکار 2024 پس از جشنواره فیلم ونیس برگزیدگان جدیدی دارد. اوپنهایمر رقابتی دشوار در پیش خواهد داشت. رقابت آتی اسکار که بعد از جشنواره فیلم ونیس برگزار میشود بهترین فیلم برگزیده جدیدی دارد. فیلمایی که اکنون در اسکار 2024 مدعی دریافت جایزه بهترین فیلمن عبارتن از فیلمهای پرفروش باربی، اوپنهایمر و فیلم تحسین شده زندگی های گذشته، فیلمهای در دست زاغده، نیز فیلم جدید مارتین اسکورسیزی قاتلان ما یا گل و همچنین فیلم استاد با بازی برادلی کوپر در باره رئونارد برنشتاین آهنگساز و فیلم بازمانده ها ساخته الکساندر پاین را باید نام ببریم. خب من میخوام در مورد پایان بخشی از یه مقداری از اعتراضات و اعتصابات هالیوود صحبت بکنم که توافق اولیه نویسندگان و استودیوهای فیلمسازی، اتحادیه نویسندگان امریکا و اتحادیه تهیه کنندگان فیلم و تلویزیون هالیوود به توافق اولیه‌ای دست یافتن که انتظار می‌رود به یکی از دو اعتصابی که تولیدات فیلم و تلویزیون را در هالیوود متوقف کرده پایان دهد. کمیته مذاکره اتحادیه نویسندگان امریکا در بیانیه اعلام کرد که این توافق با همبستگی اعضای کمیته و حمایت فوق‌العاده بازیگران و سایر اتحادیه‌های کارگری هالیوود ممکن شد. این توافق اگرچه یک نقطه عطف است، اما هالیوود را به طور کامل به دست کار باز نمی‌گرداند. اتحادیه بازیگران هالیوود همچنان در اعتصاب است. نویسندگان هالیوود دوم ماه می پس از به بنبست رسیدن مذاکرات بر سر غرامت
حداقل کارکنان اتاق نویسندگان، استفاده از هوش مصنوعی و پاداش به نویسندگان برای برنامه‌های محبوب از کار کناره‌گیری کردند. اعتصاب اتحادیه نویسندگان امریکا به تولید فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی، برنامه‌های تاکشوی شبانه و بسیاری از تولیدات هالیوود آسیب رساندند. بله واقعا، حالا خب به هر حال میگم هنوز اون بازیگران توافق نکردن و خب به هر حال اونم به خاطر همون حالی که شما اشاره کردین، هوش مصنوعی بود که اعتصابو شروع کرد. هوش مصنوعی داره همه چیزو دستش میگیره. خیلی خیلی، یعنی واقعا رقیب ما انسان‌ها خواهد شد. من از هوش مصنوعی قسمتشو دوست داشتم که صدای خواننده‌هایی که نیستن رو برای ما تداعی می‌کنه. بله، ولی به هر حال یه روزی مهار خواهد خورد. 100%. یعنی علم پزشکی، یعنی همه چیز ما باید بریم کنار، گوش مصنوعی همه کارا رو انجام بده. نشان خانم، یک آقای طراح ایرانی داره یک ماشین رو طراحی کرده برای یک کمپانی چینی که ماشین‌های طراح ایرانی در واقع برای رقابت با تسلا، آواترهای نادر، یک خودروساز نوپای چینی اعلام کرده از تا 2 سال دیگر ماشین‌های الکتریکی‌اش را در اروپا تولید خواهد کرد و قصد دارد در این بازار با خودروسازانی نظیر تسلا، BMW، مرسدس بنز رقابت کند. ماشین‌های این شرکت را نادر فقیه‌زاده، طراح ایرانی آلمانی طراحی کرده که BMW و آواتار به آواتار رفته است. آقای فقیزاده ماشین های آواتار را در استودیوی در شهر مونیخ آلمان طراحی کرده است. این شرکت 2 محصول دارد: شاسی بلند به نام 1-1 که از پارسال در چین عرضه شده و یک سدان به نام 1-2 که به تازگی در نمایشگاه خودروی مونیخ رونمایی شد. این هم از طراحی آقای نادرخان فقیزاده. درود به شما نادرخان، دست شما درد نکنه. قبل از اینکه شما در ارتباط به خبر شجریان رو بفرمایید، خواهش می‌کنم. بله، متاسفانه مخدوش شدن تابلوی خیابان شجریان در تهران رو می‌بینیم در عکس. گیریم که تابلو را مخدوش کردید، با قلبمان چه می‌کنید؟ تازه‌ترین تصویر صفحه خانه شجریان در اینستاگرام نشان می‌دهد که تابلوی خیابان استاد محمد رضا شجریان در تهران مخدوش شده است. متصدیان این صفحه به طعنه نوشتن هر دم از این باغ بری میرسد و میگویند که سخنی نیست جز ابراز تأسف. واقعا جای تأسف ده. عرض کنم که فریبا خانم عزیز، من میخواستم ازتون خواهش کنم که بریم در آقای مکس امینی رو من دوست میدارم. دلی. بسیار چهره بانشاد و ثابتی هستن در تلگرام. مکس امینی میدونی شوهای بسیار خوبی رو داره و در من یک جایی خواندم که یک شوه قرار تمامش به زبان فارسی باشه. البته مکس امینی هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی، بیشتر در به زبان انگلیسی در شوهای خودشون، شوهای تک نفره خودشون داره. حالا یک قسمتی از یک صحبت ایشون رو با کسانی که به تماشای با منشوه مکس امینی رفتن رو با هم نگاه میکنیم. خواهش میکنم بفرمایید فریبای عزیز، کارگردان فنی برنامه. حسین نوکره دارم. ایشون دوست دختر شما؟ فقط نشستم پیش شما؟ پس چرا لم دادی روی آخری؟ یا حسین یه ذره صاف بشه. ایشون با شما هستن؟ ایشون دوست پسر شما هستن؟ نه این دوست پسر ده، نه این، ولی صدای با همین چه شهر با حالی؟ حسین نوکره دارم. ایشون دوست دختر شما؟ فقط نشستم پیش شما؟ پس چرا لم دادی روی آخری؟ یا حسین یه ذره صاف بشه. ایشون با شما هستن؟ ایشون دوست پسر شما هستن؟ نه این دوست پسر ده، نه این، ولی صدای با همین چه شهر با حالی؟ بسیار هنرمنده خوبی هستن. اجازه بدین در ارتباط با محصولات غذایی صدف هم یه صحبتی داشته باشیم که میدونین در طی سالهای گذشته واقعا سلامت ما رو، تندرستی ما رو با ارائه محصولات متعدد تامین کرده. محصولات غذایی صدف در کابینت آشپزخانه هر ایرانی و غیر ایرانی به وفور
دیده میشه، همچنین در یخچال‌هاش. تا به امروز ماست بختیاری صدف رو امتحان کردید؟ خیلی خوشمزه است. دوغ بختیاری صدف رو چی؟ خوش طعم و دلپذیره. طعم و مزه ماست بختیاری صدف یادآور همان لبنیات منطقه بختیار در ایران است. دشتای سرسبز، صدای زنگوله ها. ماست و دوغ بختیاری صدف حرف نداره. دوغ بختیاری صدف رو نوشه جان کنید و با ماست بختیاری صدف سفره خودتون رو زیبا و کامل‌تر کنید. ماست و دوغ بختیاری صدف 100% طبیعی، بدون پرزرواتیو و آرتیفیشل فلیور. ماست و دوغ بختیاری صدف رو همین امروز از نزدیکترین فروشگاه مواد غذایی ایرانی خریداری کنید و از طعم خوشمزه و متفاوت اون لذت ببرید. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین است. نشاد، یک ماجرایی در ونزوئلا پیش اومده. میدونین که 1600 تا زندانی بودن و این 1600 تا زندانی این زندان رو تبدیل به هتل کرده بودن. واقعا در این زندانی شما دیگه در این زندان که 1600 بعد البته دولت رفت و اینو از دستشون در آورد و عرض کنم حضورتون رستوران داشتن، استخر، حتی مسابقات اسب سواری، استبل اسب داشتن، باغ ورش، زمین ورزش و خیلی جالبه که انواع امکانات رفاهی رو داشتن ولی خب بستن. نه ریختن گرفتنشون، کلاب دنس داشتن. توی زندان تنها چیزی که نداشتن و جالبه که بانک رو انداخته بودن. بانک هم داشتن. خیلی جالبه. به هر حال چه ماجرایی. خب بفرمایید از خانم بریتنی چه خبر؟ خانم بریتنی که از آقای سم اسقری جدا شدن و ولی شایعاتی به گوش میرسه که شرکت سونی با پیش پرداخت 5 میلیون دلاری میخواد که بریتنی رو به صحنه باز برگردونه. بعد از طلاق بریتنی و سام اسقری شایعات درباره توافق مالی اونها ادامه داره. شاهزاده دنیای موسیقی و دختر پولساز صحنه اگرچه سالهاست کار حرفه‌ای رو دنبال نمی‌کنه ولی همچنان ثروتمنده. شایعاتی به گوش می‌رسد که شرکت سونی با پیش پرداخت حدود 4 میلیون پوندی یا 5 میلیون دلاری می‌خواهد بریتنی را به صحنه بازگرداند. طبق آخرین برآوردهای فوربس دارایی خالص بریتنی 60 میلیون دلار است و مشخص نیست که چه مقدار از این پول به سم اسقری خواهد رسید که چند سال دشوار را با بریتنی زندگی کرد و پشت سر گذاشت. از سایت ایندیپندنت من میخواهم تشکر کنم که یک ویدیویی در این زمینه هستش که پخش میکنیم. از ایندیپندنت واقعا سپاسگزاریم و از فریبا عزیز خواهش میکنم که این ویدیو کوتاه رو بر ما پخش کنن از سایت پرتماشای این دبنده. تشکر ازشون.
خواهش میکنم. از فریبا عزیز متشکرم، از تک تک شما عزیزانم متشکرم به این برنامه توجه فرمودید. تا فردا ساعت 4:15 در برنامه تاک شو با همه شما خداحافظی میکنم. روز شما خوش. روز فریبا تا ساعت 6 بعد از ظهرم خوش. شب و روزتون بخیر.